سرشماری برای آینده عراق و منطقه تحت منازعه آن حیاتی است که بغداد خواهان نگه داشتن آن است، در حالی که کردها خواهان اضافه نمودن آن و منطقه نیمه خود مختار خود در شمال هستند. این منطقه مورد منازعه منطقه کرکوک می باشد که دارای اختلاطی از گروه های نژادی به شمول عرب، کردها، ترک ها و دیگران است. ابو محمد یک عرب که در شهر عراقی کرکوک برای سالیان متمادی زندگی می کند، اخیراً می گوید که وی از جانب مردان مسلح دستور خروج از منطقه را دریافت نموده است. ما توسط مردان مسلح 15 روز قبل تحت تهدید قرار گرفتیم. آنان به ما 24 ساعت وقت دادند تا کرکوک را تخلیه کنیم و آنان بیجا شدگان دالیان و دیگر ولایات هستند که جای برای رفتن ندارند و ما نمیخواهیم تا اعراب خشمگین شوند، بخصوص که ما با برادران کرد خود با آرامی در اینجا زندگی میکنیم و ازدواج های نیز در میان ما صورت گرفته است. بعضی از خانواده های عرب میگویند که با آنان دستور خروج از منطقه قبل از آن که سرشماری در آن صورت گیرد داده شده است، که این اولین سرشماری در عراق در طول دو دهه و شمار می رود. گروه های مسلح کرد در مورد این تهدیدات مقصر شناخته شدند. مقامات می گویند که تهدیدات از جانب کسانی است که می خواهند بی‌ثباتی را به محل بیاورند و آنان از بغداد می خواهند تا در مورد فعالیت بیشتری انجام دهد. ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی و آنانی که در مورد نگرانند سریعا برای حفظ امنیت این ولایت مورد عمل شوند. و ما می دانیم آنان که در عقب این حمل هستند علایق انقسام کرکوک را به دلیل سیاسی دارند و ما این موضوع را به مثابه صدمه رسانیدن به عراق و آن ولایت می بینیم. شبنامه هایی در مناطق عرب نشین که در آن امضای گروه جوانان انقلابی به چشم می خورد نشر گردید که در آن مردم را در صورت عدم ترک کرکوک تهدید می کند و باشندگان می گویند که آنان هرگز نام این گروه و دیگر گروه ها را نشنیده بودند. عرب و ترک ها کرد ها را با آوردن اقوام و خیشان خیش به این محل محکوم می کنند. کرد ها در این شکل صدام را به عرب نشین ساختن این ولایت با تشویق عرب به نقل مکان به کرکوک در سالیان 1980 و 90 محکوم می نمایند. انجام این سرشماری به ماه دسامبر سال آینده در عراق به تعویق افتاده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.